حسن پایتخت حسن ملت است و آبادی و شکوه آن معنای آبادی کل سرزمین تاجیکستان صاحب استقلال را دارد. با در نظر داشت نفوذ و اعتبار عمومی‌ملی پایتخت، با وسعت کارهای سازندگی شهر دوشنبه همیشه آباد و زیبا و با نظام و خوشتر است. تمام دولت ها پایتخت یک سیمای کشور است، سیمای ملت است، سیمای دولت است، سیمای مملکت است. وقتی که سیاحان آمدند تاجیکستان رو نه تنها آنها تماشا میکنند، بلکه رفته باز برای دیگرها معرفی نیز میکنند. امروز تمام گوشه و کنار دولت ما خیلی زیبا و آباد شده است. از منطقه های سیاحی، منطقه هایی که مثلا هم سیاحی و هم کوهگردی هستند، موضع ها امروز روز به روز آباد میشوند. هم صاحب کاران برای این سهم میگذارند، هم خودی حکومت و دولت از حسابی بودجه دولتی مبلغ های زیاد صرف میشد برای آبادی راه ها. این راه هایی که آباد شد امروز از تاجیکستان، از دوشنبه ما میتونیم در ظرف 4 ساعت به کنار شمالی تاجیکستان تا خوجند و مسچه رسیم. باعث به افتخار است که شهر دوشنبه در مهلت کوتاه تاریخی سیمایش را کاملا دیگر نموده، به صفت یکی از شهرهای رو به انکشاف موقع و نفوذ را در سطح منطقه و جهان روز از روز استوارتر و نمایانتر گردانیده استاده است. با راهنمایی سرور دولت، توجه حکومت مملکت به رشد ساحه سیاحی افضلیت پیدا نموده، تشبث‌های بنیادی گذاشته شد. در حاشیه پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان بهر توسعه سیاحی در پایتخت، با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی، اقدام‌های نظررس راه اندازی گردیدند که در رشد ساحه زمینه سازگار فراهم آورده است. آبادی و بنیادکاری ها که در مقیاس پایتخت سالهای آخر روی کار آمدند، بهر سزاوار استقبال گرفتن استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند. چنین تشبثکاری و سرجمعی مردم برای سزاوار استقبال گرفتن جشن پرشکوه تاریخی ملی و دولتی تحفه بی‌نظیر و بهترین است برای ساکنان وطن دوست و آبادگر شهر زیبا منظر دوشنبه. هستم، در کورس چهارم تحصیل میکنم. من جای تحصیلم رو مخصوص تاجیکستان انتخاب کردم. جمهوری تاجیکستان با من خیلی پسند است. از لحاظ باد و هوای فرامش، اینچنین مردمی سربلندی با فرهنگ دارد. در اینجا زیستن و تحصیل نمودن به نهایت آزاد است. در برابر این مهمانخانه های زمانوی را دارو است که تمام سیاحان میتوانند در مهمانخانه های زمانوی استراحت نمویند. شهر دوشنبه خیابان‌های فراخ و نظربو دارد که کس را مفتون خود می‌گرداند. هر سیاح خارجی که عزم سفر به دولت ما می‌کند، در مد اول پایتخت را تماشا می‌کند. از آبادی شهر دوشنبه کس حلاوت می‌برد. اگر سیمای امروزه را به روزهای چند سال پیش مقایسه نماییم، خیلی دیگرگونی ها دیده می شود.
چون استقلالیت یک نعمت بی‌بهاست، چون که در تمام سمت‌ها برای رشد و پیشروی آبادانی کشور ما مساعدت کرد، کمک کرد، زمینه شد، اساس شد. ببینین امروز تاجیکستان پیش از همه پایتخت آن دوشنبه عزیز ما چقدر سرسبز و زیباست، چقدر بناهای نو بلند آشانه، کوچه و خیابان ها، باغ ها، فراغتگاه ها بنیاد گردیدن. و امروز من به شرافت استقلالیت دوشنبه نه تنها شهری سبز است، شهری سرسبز است، بلکه شهری بسیار زیبا و آباد نیز هست. دوشنبه جای های تاریخی، افسرخانه های زیاد دارد، بناهای معموری، بناهای استقامتی بسیار با حشمت در شهر ما امروز آباد شدند. از تمام گوشه کنار برای تماشای تاجیکستان و پایتخت آن دوشنبه تشریف می آورند. این باعث افتخار است، باعث سربلندی و سرسبزی ماست. دوشنبه خرمشهر و همیشه بهار امروز با منظره های دلفری با باغ های پرگل و سرسبز به شخص حلاوت به انتها می بخشد. در دامان دوشنبه گلچهره و گل پیرهن لاله ها رسته و باغ های آن سوری به ارمغان آوردند و باغ های گل هایند. میشال گادزی هستم. من از جمهوری آفریقا هستم. من در شهر دوشنبه در دانشگاه طبی تحصیل میکنم. پیش از همه خوشحالم که در اینجا تحصیل دارم و شهر دوشنبه رو و تاجیکستان رو دوست میدارم. گلهای سرسبز خورم و موزه های جالب و دیدنی زیاد دارد که هنگام سیر و گشت نمودن از این جایها لذت میبرم. دوشنبه شهر با افسونکاری های معماری و گلستان های دلربا. تجسمگری مردم شهرآفر با تمدن کم نظیر. شهر امید و آرزوهای میلیون ها نفر تاجیکان جهان. شکوفایی ها، سرسبزی ها و زیبایی های پایتخت مملکت شهر دوشنبه همگی چشمگیر و فرح‌بخشند و دلفریب. برای تماشای دوشنبه از تمام گوشه و کنار ها میاند، از هم از شهرهای آسیا میانه، از بخارا و سمرقند و از ترمیز و از شهر سبز، از تاشکند، از اینجا برای تماشای دوشنبه میبینند، چون که آبادی که دوشنبه دارد خیلی نظر است. ببینید در دیگر جای ها مثلا اگر هر چقدر بیشتر در مرکز مثلا بناهای استقامت سازند، در حاضر در مرکز شهر ما باغ‌های بسیار، باغ‌های هم استراحتی هم فرهنگی، هم باغ‌های که گویا میدان‌های رسمی دارند، چنین باغ و چنین مکان‌ها آباد شده است. قامت راست کردن بناهای خوشطرح معموری و استقامتی، بنیاد باغ‌ها و دیگر انشاءات فرهنگی و فراغتی، چمنزار و گلگشت ها دوشنبه را به یکی از شهرهای زیباترین تبدیل داده است. قشنگ و روانگیزند گلهای دوشنبه شهر. در شکوفایی و نظربایی آنها اسرار زیاد نهان است. با گلها وابسته به محیط و وضع هوا، نسیم صبح و طلوع آفتاب و گذشت روز و غروب خورشید چندین رنگ می گیرند.
گلها رمز زیبایی، عشق و محبتند. سخن میگویند و هزار آهنگ در سینه ها دارند. در این فضای زیبا و دلفریب سیاهان سرودخوانی نموده استراحت با فراغت گذرانده ایستادند. هستی دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری با قلبم تو بستی، با من پیوستی. خیابون و گلگشت های شهر زیبامنظر دوشنبه سبزه برتن کرده و از گلها آینی دیگر می بندند. این همه محصول زحمت دستان گلریز شهرداران و شهرنشینان است. تمام سیاحان داخلی و خارجی از این موضع استفاده برده حلاوت می برند. واقعاً شهر گلباغ دوشنبه همه ساله زیباتر و محبوبتر می گردد. شهر دلها، شهر مهر و صداقت، شهر صلح و وحدت که گلهای رنگارنگش عرض و طلوی پایتخت و زندگی ما را زیب و زینت می بخشند. سیاحان سیاحت را در این موضع‌های افسانوی پیش از همه در صلح و ثبات و آسایشتگی و امنیت کشور محبوب تاجیکستان می بینند. من سنا واسه هستم، دانشجوی دانشگاه ابوعلی سینا و من به شخص الان 3 سال اینجا درس میخونم و از خوبیای شهر دوشنبه بخوام بگم که خیلی آدمای خیلی مهمون نوازی دارن، خیلی شهر قشنگ و با صفایی هستن، جاهای دیدنی بسیار زیادی دارن و همچنین از فرهنگ خوبشون که بخوام بگیم خیلی فرهنگ خوب و نزدیک نسبت به ایران داره و آدم خیلی احساس نزدیکی میکنه، یعنی انگار تو کشور خودشه، با مردمای خودش در ارتباطه. از گردشگریایی که ما انجام دادیم مثل جاهای ما سفید دره رفته بودیم، حصار و جاه بی نظیر زیبایی هست و حاضرم چندین بار هم اونجا برم برای دیدن. خوراکای ملیش هم خیلی خوراکای جذاب و متنوعی دارن، آشپل و قورتا و خیلی خوشمزه و لذیذ هستن و از خوردنشون آدم نمیتونه دست برداره. من معلوماتی که داشتم از فرهنگ نزدیکش به ایران بود و همچنین کارناوالای نوروزی زیادی که برگزار میکردن، همچنین تو ایران هم شبکه های ایران خیلی برگزار نشون میدادن کارناوالای ایران تاجیکستانو، مثل پارک رودکی، پارک اسماعیل سامانی، بسیار پارک های خیلی جذاب خوبی. سیاحان داخلی و خارجی از این مکان زیبای دلنشین البته خاطرات نیک به خود میگیرند
فراغت و استراحت می نمویند.